واقعا یه فرمانده فضایی انقدر احساسی نمیتونه باشه سر کار، سر پروژه بزرگی اونم بشریت. سلام بچه ها، چطورید؟ اسم من هوتنه، امروز میخوام در مورد فیلم ستو اووی یا مسافر قاچاق صحبت کنم. یه فیلمی توی ژانر ساینس فیکشن تریلره که جز فیلم‌های فضایی حساب میشه. در کل میتونم بگم خیلی فیلم خفنی نیست، ولی خیلی هم بد نیست، یعنی یه جور متوسطه. برای کسی مثل من که عشق فضا و کیهان و اینا دارن، خب جالبه دیدن این فیلم. خب قبل از اینکه تو فیلم برم یه کلیتی بگم از داستانهای فضایی. ما یه فیلمی داریم که با اختلاف اونو بالاتر از همه فیلم‌ها می‌ذاریم، اونم اودیسه فضایی 2001 و بقیه میرن زیر سایه اون. حالا درسته که اون یه فیلم داستانی که یکم فلسفه هم توش قاطیه، ولی هر کاری شما بکنید، هر پازلی هم بخواید بچینید، به هر حال زیر اون فیلمی، حتی بخوای نولان هم باشی. چون اساس فیلم‌های فضایی اینه که انسان بلند شده یک ماجراجویی داره می‌کنه تو فضا، حالا برمی‌خوره به یه مشکل جدید، به یک پدیده جدید، یا اینکه میترکه نابود میشه، یا اینکه حالا حلش می‌کنه و برمیگرده، یا بعضن یه تمایی داره اضافه میشه اول قهرمانانه که یه خطری رو رفتن ایجاد کردن، حالا می‌خوان زمین رو نجات بدن. یعنی کلاً خیلی خطای داستانی مختلفی نمی‌تونه داشته باشه. یکی از همیناست. حالا این فیلم از اون دسته داستانی میشه که به یک مشکلی توی این ماموریتشون برمیخورن، حالا باید حلش کنن تا اینکه به خیر و خوشی تموم شه. در مورد ژانر فیلم که ساینس فیکشن تریلره، اون تریلرشه که ما میتونیم بذاریم کنار کلا. اون ساینس فیکشنش هم سعی کرده فاصله بگیره. یعنی هیچ چیز ماورایی شما دارید نمیبینید. در واقع سعی کرده خیلی چیزای واقعی باشه. یعنی روابطی که بین انسان‌ها هست بیشتر پرداخته توی خب جای بسته، مگر یه جا که رویا نشون میده و خارج از سفینه رو ما میبینیم، بیشتر سعی کرده در مورد رابطه این آدما، این مسئله بزرگ که میخوان چجوری حلش کنن. یه گندی که بالا اومده، شاید مشکل اصلی فیلم هم همینجاست که اون گنده چیه. داستان در مورد سه تا فضانورد، مارینا که فرمانده است، زوی به عنوان متخصص پزشکی و دیوید هم به عنوان زیستشناس که اساس این پروژه رو همین بوده که برن به مریخ و این نمونهای گیاهایی که داره رو بتونه حالا اونجا پرورش بده و حیات رو حالا اونجا گسترش بدن. اما با اومدن شخص به نام مایکل، نمیدونم از کجا، از یه سوراخی دفعه یکی رو میبینیم به نام مایکل که شکمش پاره شده و توی یه بخشی گیر افتاده. از طریق خونی که چکه میکنه به پایین، فرمانده متوجه میشه. مشکل این پروژه اونجا مشخص میشه که اینا برای 3 نفر برنامه‌ریزی کردن، حالا 4 نفرن، چه گوهی بخوریم. اینو تقریبا تو 1/3 ابتدایی فیلم متوجه ایم. قراره یه گند بزرگ اتفاق بیفته، قراره بمیرن، یعنی اصلا معلوم نیست که بتونن برسن مریخ یا نه. تصمیم میگیرن که طرف بیاد تسلیم بشه و خودشو بکشه. مشکل اینجاست که ما هیچ بک‌گراندی از این سه تا فضانورد نداریم، ولی اینکه واقعا مایکل اونجا چیکار میکنه یه سوال بزرگی منه. اونجا جا مونده، یه بهانه آورده میشه تو فیلم، ولی خیلی ابلهانه دیگه. مهمترین پروژه و شرکته، طرف اونجا جا مونده، نتونسته بیاد پایین، مگه میشه آخه؟ سمت مایکل هم مهندسه، بسیار پرتابه، برنامه پرتاب موشکه، واقعا نمیدونم اونجا چی کار میکنه. چون این مشکلی که تو فیلم مطرح میکنه که حالا میخواد حلش کنه یکم چیپه، یعنی مسخره است به نظر من. یکم کل فیلمو مسخره کرده، اینکه حالا ما با این آدم بعد چیکار کنیم، یا بعد خودشو بکشه، یا یه حسی به ما میده که این میخواد زنده بمونه، میخواد بقیه رو بکشه، یا اینکه وقتی اون شکمش رو میبینیم پاره کرده، خون میاد، حتما یه بیماری عفونی داره، تبدیل میشه به یه زامبی. یعنی اینا چیزهایی که آدم به ذهنش میاد ولی سعی میکنه، ولی هیچ کدوم اینا نمیشه. یعنی کاملا میخواد از کلیشه فاصله بگیره. شاید اینش جالبه که حداقل نمیخواد یه چیز تکراری تعریف کنه، یه دفعه زامبی بشه اینا رو بکشه بگه من میخوام برم مریخ. حداقل این نیست. میره سمت این که در مورد یک مسئله انسانی و اخلاقی و فلسفی صحبت کنه. فیلم سولاریس که در مورد رابطه انسان ها و توهمی که در واقع فضا برای اون آدم ها ایجاد کرده توی سفینه، یه سولاریس کوچولو میخواد برای ما بسازه، ولی نه خیلی حرفای فلسفی، حرفای خیلی ساده تر. ولی خب تو اینم ناموفقه، یعنی خیلی نمیتونه به ما حرف گنده‌ای بزنه از اینکه واقعا از بین بردن جون یک انسان به همین راحتی نیست. میتونیم یه جوری حلش کنیم. این حرفی که زوی میزنه که خیلی دل سوزه، حتی حاضر میشه که ایثار کنه در راه فضا به جای مایکل که به گفته فرمانده تمرین نکرده به سفرهای فضایی و
نمیدونه که حالا چجوری از کابلا بره بالا، طراحی خود سفینه هم به نظرم جالبه. خیلی ساده است، یه کابل خیلی بلند ساختن. حالا نمیدونم ساینس پشتش چیه، ولی اون کابل خودش تعلیق ایجاد میکنه دیگه. من فکر میکنم سعی کردن تا جایی که میشه اینو بلندش کنن که طول بکشه برسن، ولی کم سر بخوره، خسته شه، کم بیاره. در کل به نظرم فیلمی نیستش که بتونه ما رو میخکوب کنه. تنها صحنه‌ای که تعلیق ایجاد میکنه در ما یکم هیجان به ما میده همون صحنه پیاده روی در فضاست که عملیاتش ناموفقه و زویی که خودش مسئولیت رو قبول کرده، گفت خودش گفت من میرم خودم رو تحت این اشعه خورشید قرار میدم. یه جوری کارش موفقیت آمیز بود دیگه، با اینکه حالا گندم زد، ولی خب یک نفر هست شد، اونم خودش بود و خیلی اصرار داشت به اینکه مایکل باید زنده بمونه و تحت تأثیر احساسات وحشتناک زندگی مایکل قرار گرفتن. واقعا یه فرمانده فضایی انقدر احساسی نمیتونه باشه سر کار، سر پروژه بزرگی اونم بشریت. اینقدر درست آدم ها احساس دارم، ولی بعید میدونم اینو مثلا بتونن راه بدن توی سیستمشون. شاید چیزی که مهمتر از جون خود آدم باشه اون پروژه است که باید زنده بمونه. و این اتفاقی که در واقعیت هم میفته، همونجور که توی آپولو افتاد و نزدیک 90 نفر مردن برای اینکه انسان پاشو بذاره رو ماه، حالا مریخ هم که این اتفاق میفته. صحنه ای که زویی میشینه روی سفینه و این تشعشعات خورشید داره ازش رد میشه، انگار میخواد یه خدافزی بکنه با زندگیش، یه کار درست انگار طرف تو زندگیش کرده و داره میمیره در راه این پروژه و خدمتی که داره به بشر میکنه. میگم فیلم میخواد حرف فلسفی بزنه ولی نمیزنه، یه حالتی نشون بده که من نمیخوام تریلر نشون بدم، نمیخوام پروژه فضایی وحشتناک بهتون نشون بدم خیلی پیچیده، فقط میخوام یک حرف انسانی بزنم. ولی خب چون حتی دیالوگای فلسفی هم نداره و سوال اصلی فیلم هم که برام یکم مسخره کننده میشه اینکه یه نفرم تو گیر افتاده، همه اینا دست به دست هم میده که فیلم خوب نبینید. نقداش رو شما نگاه میکنید بالای 5 رو گرفته، یعنی حتی متاکریتیک هم بهش 62 داده، یعنی یه فیلم آشغال نیست. من از 10 بهش 4 رو میدم، چون من عاشق فیلمای فضایی ام، حتی آشغال ترین فیلم ها رو میرم نگاه میکنم. شما به من نظرتون رو بنویسید، از 10 به این فیلم چند میدید؟ اگه نظر پیشنهاد دیگه ای دارید به من بنویسید، میخونم. مرسی، خدافظ.